بعد چند سال زندگی توی ترکیه حاضرید بموندن توی اینجا ادامه بدید یا نه؟ از تجربتون بگید. میخوایم توی این ویدیو درباره این چیز صحبت کنیم. پس آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. تو این ویدیو همراه پریسا خانوم و کمن خانوم هستیم. میخوای سلام کنی بچه؟ سلام، من که همیشه هستم. سلام، منم که ده تا در میون هستم. داره. و میخوایم در مورد همین تجربتون صحبت بکنیم که آیا حاضریم اینجا بمونیم یا نه، از دلایلمون بگیم و تجربیاتمون چه چیزای خوبه چه چیزای بد. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. خب از کی شروع کنم؟ از شما مهمونه. پریسا، به نظر ترکیه جای خوبیه؟ بعد این همه موندن تو اینجا چند سال بکنم؟ دو سه سال هستی اینجا. دوست داری باز بمونی یا نه؟ ببین، من تو این حدود دو سالی که ترکیه بودم، اگه واقعا زمان برگرده به عقب، بازم اینجا رو انتخاب میکنم. و فعلا تا الان که دارم صحبت میکنم واقعا ایده ای ندارم که برم کشور دیگه. و فکر میکنم خیلی با من هم نظر باشن. کسی که نتونه به عنوان مهاجرت از اینجا استفاده کنه، طبیعتا هر کشور دیگه هم که بره موفق نمیشه. خب یه سری معایبی داره که امکان داره مثلا از نظر اقتصادش یه مقدار ضعیف باشه، یه سری مسائل اینچنین داشته باشه، ولی اینا واقعا باعث نمیشه که تو یه کشور رو ول کنی و مهاجرت کنی به یه کشور جدید. چون نظر من این هستش که هر مهاجرتی در واقع از صفر شروع کردنه. میتونی اینجا پیشرفت کنی. خب ببینید، اصلا کلا اینجوری که مهاجرت کردن این پروسه واقعا مشکلیه. حتی اگر سرمایه اولیه‌اش هم داشته باشی، صفر تا صد، و خودت هیچ زحمتی نکشی، اینجا اگه نتونی ازش استفاده کنی، مغز اقتصادی نداشته باشی، مایندست و لوجیک درست نداشته باشی، واقعا یک سال نشده به صفر میرسی. پس علاوه بر سرمایه، شما یک باید یه هدف درستی داشته باشی. از همه مهمتر باید پشتکار درستی داشته باشیم. حالا در ادامه شو کمنجو میگه و دوباره برمیگردیم به من، ولی من واقعا نه، اگه برگردم به دو سال گذشته بازم استانبول انتخاب میکنم. خیلی هم عالی. کمن نظرت چیه؟ من حالا نمیگم اگه برگردم به من، سه سال و نیمه تقریبا اومدم، نمیگم اگه برگردم سه سال و نیمه پیش دوباره اینجا رو انتخاب میکنم، ولی الان که اینجا هستم قطعا واسه موندن اینجا رو انتخاب میکنم. خیلی، چون توی چند وقت اخیر خیلی راجع به هر کشوری که در این کره خاکی وجود داره تحقیق کردم، هر کشوری که شما فکرشو بکنید، از فنلاند و سوئیس و سوئد و اتریش و آلمان و اسپانیا و انگلیس و نروژ و همه اینا گرفته، همه رو تحقیق کردم و هر کدومشون مزایا چیم پشت دوربین رو داشتم، دارم خیلی عاشقانه فضا فضایی رومانتیکی دیدم دیدم. ادامه بدید، توجه نکنید. همه اینا راجبشون تحقیق دارم دوربین رو نگاه میکنم، دارن عکس میگیرن. من فکر میکنم تو ایران فقط دنبال جای خلوت میگرن، تو ترکیه هم هست این مشترکه، حداقل این فرهنگ مشترکه. خب من همه جا رو خیلی خیلی زیاد آخه چون در دوربین نگاه میکنم میبینم دقیقا پشت دوربین. حالا این برگ مرگا جلوشی گرفتن نمیدونم، سعی کن به ما نگاه کنه، من به من نگاه کنه، ولش کن، این مورد جزئیات بیشتری. تموم شد. خب من راجع به کلی کشور تحقیق کردم و هر کدومشون مزایا و معایب خاص خودشون رو داشتن، چه اونایی که اروپا بودن، چه اونایی که حالا میرفتن توی فاز مثلا کانادا و اینا. درسته یه سری جا علاوه اقتصادی بهتر بود، ولی از اون ور چه میدونم، مثلا هممرز با یه کشوری بودش که نزدیک این بود که شاید جنگ توش اتفاق بیفته، یا آردی الان جنگ زده بوده، خیلی از این چیزا پیش میومد، مثلا توی تحقیقاتم داشتم میدیدم، یا کلا فضای اونجا رو مثلا خوشم نمیومد، مثلا خیلی آدمای خشک و سردی داشتن یا آب و هواش سرد بود. اینا خیلی مهمه.
شما وقتی قراره یه جایی به عنوان زندگی انتخاب کنین، آب و هوا، مخصوصا اگر جز آدمایی هستیم که با هوای ابری افسردگی میگیریم، خیلی براتون مهم خواهد بود، چون که مودتون کاملا تغییر میکنه. چون اگر هوا مثلا اگر به یه جایی مثل انگلیس، کاملا مودتون از دست میدید. به خاطر همین آب و هوا خیلی مهمه، شرایط مذهبی اونا خیلی مهمه، چون بعضیا براشون ارزش نیست، بعضی اصلا براشون مهم نیست. ولی مثلا من خودم حس خوبی میگیرم وقتی که، من خودم آدم مذهبی نیستم، ولی حس خوبی میگیرم از این که میبینم ای یه جایی هستم که میدونن روزه چیه، روزه میگیرن، نماز میخونن. مثلا انگار منو یاد تمام اون چیزایی میندازه که من تو ایران داشتم، تو تهران داشتم، و به من احساس آرامش میده، حس خوبی پیدا میکنم. حالا ممکنه واسه کسی اصلا اینا مهم نباشه. یا اینکه مثلا لایف نایتی که اینجا داره، شب قشنگ میتونی بری بیرون، نایت لایف البته برعکس افتاد، شب قشنگ میتونی بیرون، هم امنیتشو داره، همین که بازه، مغازه ها بازه، حالا نه همه جا ولی مثلا تکسیم بری فلان بری کاملا میتونی لذت ببری. اینجوری نیستش که ساعت 7-8 شب همه جا ببنده دیگه برو خونتون دوباره تا فردا. شهر شلوغه و یه سری چیزای با منزه مثل ما دارن. مثلا چرا سوار دلموش میشی، میتونی مثلا باشون بگی، بخندی، مثلا میدونی فرهنگشون چون شبیه ماه، من خیلی باهاشون حال میکنم، من خیلی دوست دارم و احساس غریبگی نمیکنم باهاشون، مخصوصا اگر که حالا تنها آدم مهاجرت بکنه این فرهنگ خیلی مهم میشه، چون وقتی میخوای ادغام پیدا کنی توی اون فرهنگ دچار داستان میشی. یه چیزی که برای تو ارزشه یهو میبینی تو اون فرهنگ ضد ارزشه، یا بالعکس. یا مثلا چه میدونم تو رابطت مثلا با جنس مخالف یه جوریه تو کشور خودت، بعد یه ها مثلا پا میشی میری یه کشور دیگه میبینی کلن متفاوته، کلن یه سری چیز اصلا براشون مهم نیست. و خب طبق این چیزا ترکیه برای من خیلی اوکی بود. اوکی نه، یعنی اولش فکر میکردم به خاطر اقتصاد، به خاطر هزار تا چیز ممکنه مثلا دلم بخواد برم یا اینجا سکوی پرتاب باشه به قولی، ولی دیدم که به قول پریسا یه آدم بتونه گلیم خودشو اینجا از آب بکشه بیرون، به نظر من همه جا میتونه این کارو بکنه. کسی که کاری باشه، کسی که دنبال تلاش و درآمدزایی و اینا باشه، فرقی نمیکنه کجا زندگی بکنه، میتونه همه جا بس خودش بر بیاد. که ترکیه که واقعا به نظر من جای خوبه، چون هم ایرانی زیاده، هم خارجی خیلی زیاده و فرهنگشون خارجی پذیره. بعضی از کشورها مثل ایتالیا هنوز اونقدر خارجی پذیر نیستن، و مخصوصا اینکه زبونشون بلد باشین، یعنی ترکی بلد باشین دیگه تمومه. دقیقا زبان خیلی تو اینجا مهمه. حالا من دارم ویدیو دیگه میگیرم مثلا با دوستانی که چینن، توی روسیان، مثلا همین فردا ویدیو دارم با یکی از دوستانی که تو اماراته. خب منم دارم تحقیق میکنم نسبت جای دیگه، نه اینکه بخوام برم، ولی گزینه است. خب آدم بررسی میکنه ببینه شرایط چجوری، میسنجه به شرایط خودش، اگه تونست میره جای بهتر، نتونست نمیره. درباره روسیه من خیلی چیزا شنیدم، شنیده هایی دارم، حالا با یکی از دوستان ویدیو گرفتم گذاشتم، ولی خب تا جایی که میدونم با زبان روسی بلد باشی، مثل همینجا که با زبان خیلی اصلا مشکل دارن، زبان انگلیسی بلد باشی خیلی کارآمد واسهتون نیست، باید حتما ترکی. قوانین مثبت هست، قوانین مثبت هست تو کار، توی بیزینس واقعا خیلی تاثیر داره. شما مثلا به شرکت امداد کار کنید، اگه انگلیسی بلد باشی میتونی به اروپایی بفروشی، به آمریکایی بفروشی، به آلمانی بفروشی. هرچند آلمان و روسیه و ترکیه یه کشورهایی هستند که روز یه عرق خاصی رو زبان خودشون دارن، این چیزو دارن متاسفانه. این صد کشور که هست کشورهای دیگه هم باشن، ایتالیا هم همینطوره. شما ایتالیا برین، اگر که ایتالیایی باشون حرف نزنید و انگلیسی صحبت کنید، با اینکه میفهمن شما چی میگید، ولی امکان نداره جوابتون رو بدن. کلا قضیه زبان خیلی مهمه، هر کشوری میخواهید باید زبانش رو واقعا بلد باشید. من که ترکی واقعا آسونه، واقعا آسونه، یعنی خیلی شبیه فارسیه، یعنی شما اصلا نمیتونید ترکی یاد گرفتن و با آلمانی یاد گرفتن. آره ترکی 100% از روسی و آلمانی، روسی ما دو تا اسپاسیبال و این چیزا بلد بودیم. زبان شیرینیه و شیرینه و راحت یادش میگیرید. دقیقاً.
حالا من خودم شخصا ترکیه رو خیلی دوست دارم، مثلا از بچگی آرزوم ترکیه بوده، مخصوصا شهر استانبول که دقیقا الان توشیم. ولی شرایط چند وقت گذشته هم نگاه میکنم تو این 3 سال خیلی شرایط سخت‌تر شده از نظر هم کار هم زندگی هم درآمد، ولی گزینه‌ها رو میشم نگاه میکنم باز دلم اصلا نمیخواد اینجا برم، میگم خب من اینجا یه چیزی هستش درسته، شاید کم پول در بیاد، شاید سخت بگذره، شاید مثلا یه سری محدودیت هایی باشه که ما اذیت کنه، ولی شب دلت میگیره بلند میشی به شیکتاش یه دور میزنی. بعد میخواید مثلا یه استراحتی بکنید، میرید مثلا یه لب ساحل میشینید، جزیره میخواید بگردید، همه چی هست اینجا، همه جا رو اینجا دارید. آره دقیقا همه چی در اختیاراتونه. من خانواده مثلا میگه برو یه سفر بگرد، برو مثلا تو ایران بودی میرفتی شمال، بعد میگه من دقیقا الان تو خود شمالم، میام اینور میشه مثلا تهران میشه، میرم اونور میشه مثلا فلان جا. یعنی واقعا ترکیب از چند تا شهر استانبول، این گردش و تفریح من تو اینجا دارم، واقعا هیچ جای دنیا اینو ندارم. مثلا آلمانو پرسیدم ساعت فکر کنم 6 گفت مغازه ها بسته. آره دیگه 6. روسیه هم تقریبا تو همین مایه هاست، بعضی جاهاش مثلا شبا بازن، خیلی جا بسته است. شهر مرده ها میشه، حالا کشور دیگه هم بازم دارم بررسی میکنم، اونم نزدیک به همینه. شهر اکتیوی که باشه من استانبول رو دارم میبینم، ترکیه رو کلا دارم میبینم، مثلا آنتالیا هم شبا باز بازه، حالا شهر دیگه اطلاع ندارم. ان شاءالله ببینیم دیگه. استانبول از همه جای دنیا مهاجر داره، این خیلی مهمه. دقیقاً. یعنی تو فرهنگ آمریکایی میبینی، اروپایی میبینی، آسیایی میبینی، یا الان اینجا اندونزیایی میبینی، هندی داره، میبینی، اوکراینی داره، روسی میبینی، از همه جا میبینی. یعنی مثلا وقتی که دانشگاه میری تو با یه عالم فرهنگ متفاوت روبرو میشی از جاهای مختلف، و این خیلی باحاله به نظر من، و واقعا شهر زنده است واقعا. و یه چیز مهمه دیگه اینه که تو چه خیلی پولدار باشی، چه متوسط باشی، چه پولدار نباشی، دانشجو باشی، همه جوره با هر درآمدی اینجا میتونی عشق کنی. یعنی تو میتونی بری یه سیمی تو دوغ بخری، بری لب آب بشینی عشق کنی، میتونی با ماشین آخرین مدلت بری یکی از بهترین رستورانای ببک بشینی اونجا هم عشق کنی. تو هر درآمدی داشته باشی، توی هر سطح از جامعه باشی، میتونی عشق کنی و میتونی از اون شرایط لذت ببری. دقیقا. حتما نباید یه میزان درآمد خاصی داشته باشی، مخصوصا که اینجا حمل و نقل عمومی خیلی عالیه و تو همه جا میتونی با حمل و نقل عمومی بری، هیچ جایی برای تو بسته نیست، حالا شاید یه بیشتر طول بکشه ولی غیر قابل دسترس برای تو نیست. دقیقا. فقط من یه مسئله از تو کشور اروپایی، مثلا تو آلمان من ویدیو خیلی یوتیوبرها رو دیدم میرن توی خوابگاه میمونه، من توی ترکیه هم با یه خونه مستقل در اختیارم ده. و اینجا ته محدوده‌ای که مثلا من بچه‌ها رو میام هم خونه دارن 2 نفر یا 3 نفرن، تو کشور اروپایی مثلا 10-15 نفر توی خونه ممکنه بمونن، خب اونجوری زندگیشون میگذره و واقعا هزینه‌هاشون جوریه که نمیرسن همون 10-15 نفر به زور مثلا اونجا رو ساپورت میکنن. حالا این دقیق نیست، این مبنا نیستش کلا واسه این مسئله، ولی چیزی که من تقریبا دیدم اینجوریه، 5-6 نفر کم کم هستن، ولی اینجا 1 نفر یا 2 نفر میتونه خونه بگیره و زندگی داشته باشه. من اگه میگم شهر سختت نسبت به این دارم میگم، وگرنه اگه من 2-3 تا همخونه دیگه بگیرم مثلا 3-4 نفر توی خونه باشیم واقعا خیلی شیرین و راحت میگذره، کلی آدم پولم سیو میتونه داشته باشه. ولی خب ما فرهنگمون اجازه نمیده که با یه سری افراد مختلف با سلایق عقاید مختلف توی خونه باشیم. اینجا میتونن برن خوابگاه میشه، ولی به چالش کشیده میشه در اون چی میگن چارچوب اون فضای امن خودشو نداره، این فضا مشترکه. شروعش خب میتونه این کار رو انجام بده، یا بره خوابگاه به قول کمر، یا اینکه اصلا یه خونه بگیره که چند نفر همخونه باشه. آره واسه اولش که سخت همخونه یه نفر بشه، خب طبیعتا شخصی که داره مهاجرت میکنه یه سری سختی و یه سری چالش ها رو باید تحمل بکنه. نه خیلی طول نمیکشه، خیلی طول نمیکشه. یعنی خود به نظر من اگه خودشون آدم تلاشگری باشن و بدونن اون نقطه صدشون کجاست و حساب شده برن جلو، و اینکه هرچی میفتیم واقعا بلند شیم. من تو همسن و سالای خودمون خیلی دارم میبینم
چه تو ایران چه تو اینجا ماها خیلی رو می‌بینیم، به خصوص ماها که دانشجوییم. آدم‌ها دو بار که ضربه می‌خورن سری زده میشن، واقعا قرار نیست این اتفاق بیفته. یه چیزی که حالا نمی‌دونم فرهنگ ما ایرانیایی که تو کشور یه جوری زندگی کردیم که همیشه سرکوب شدیم، یا تو کشور زندگی کردیم که متأسفانه همیشه همه چیز غم برانگیز بوده، انگار روحیه ما جوونا خیلی پایین اومده. روحیه جنگجو بودن رو دیگه نداریم، خسته شدیم، رها کردیم، خسته میشیم از اینکه، یا میترسیم از اینکه از صفر شروع کنیم. ولی واقعا اینجوری نیست. من خودم به شخصه الان اگر یه زندگی استیبلی دارم، واقعا دو سال پیش که اومدم اینجا اینجوری نبود. من یک بار که دوره دانشجویی تموم شد و رفتم یه شهر دیگه که زندگی مستقلم داشته باشم، یک بار اونجا از صفر شروع کردم و یک بارم زمانی که مهاجرت کردم. ولی زمانی که مهاجرت میکنی شما هر ماه میفتی، هر هفته میفتی و بعدم میفتی، بعدم زخمی میشی. ولی باید به اصطلاح یه طرف بچه پررو باشی. خیلی هم بچه پررو باشی. ولی واقعا اینجا بچه پررو باشی، باید خودتو بلند کنی. یعنی اصلا شکست رو نباید بپذیری، اونجوری میتونی موفق شی. ولی اگه قرار نازنازی باشی و وای این به من اونو گفته و وای اونجا افتادم و وای صابونه نمیدونم چپ نگاه کرد و اینا، برگرد خونه بابات. اصلا مهاجرت هم نکن از اول به نظر. بعد من حالا توی یه ویدیویی که من گذاشتم تو پیج خودم هم گفتیم راجع به کار، این که باید پررو گیرانه بری تو دل کار، وگرنه در نمیاد واقعا. یعنی بخوای خیلی اینجوری بری و بخوای پست مدیریتی از همون اول بگیری، نه باید به جنگم برسم به اونجا. شما که واسه ببینید هر چی که شما تو ایران بودید واسه خودتونه، یعنی واسه ایرانتونه. شما فکر کن وقتی که مهاجرت میکنی صفری، چون اونا نمیدونن، نمیتونن استعلام بگیرن که شما تو ایران چیکار کردی چیکار نکردی. مگه اینکه شما چند ماه تو اون شرکت کار کنی، سابقه ببینه که نه این شخص چیزی بارشه، وگرنه از کجا میدونه؟ مثلا شما نوشتین من تو شرکت فلان کار کردم تو ایران، اون آدمه که نمیدونه اون شرکت چه جایگاهی داره تو ایران، اصلا خوبه بده. مثلا فکر کن تو بگی من تو شرکت روغن لادن کار کردم، خب این ترکه، از کجا میدونه روغن لادن چقدر خوبه چقدر بده تو ایران؟ و نمیتونی ثابت کنی. پس باید اون اولی که میای فکر کنی تو یه کارگر صفری، یعنی نه اینکه بری کارگری کنی، منظورم از لحاظ لوله، فکر کنی تو صفری، بیای و از بیسیک شروع کنی، حالا آروم آروم خودتو ارتقا بدی. حالا با مدرک گرفتن، ماشاءالله الان چیزی که خیلی زیاده کورسای رایگانه، مثل کورسرا، هاروارد، کمبریج، همه اینا تو میتونی بری یه عالم مدرک بگیری، میتونی درسشو بخونی، کورسای مختلف بگذرنی. اگر میخوای تو حوزه آکادمیک وارد شی و مثلا کارهای تخصصی تر بکنی، میدونی، یا مثلا بری فتوشاپ یاد بگیری، بری تدوین یاد بگیری، باید توی چیزی حرفه‌ای بشی، آروم آروم خودتو بکشی بالا. نمیتونی بگی من چون تو ایران دستیار مدیر عامل بودم بیام اینجا مثلا یه پست مدیریتی باید بهم بدن. نه واقعا فرش قرمز براتون پهن نکردم. باید که تلاش کنید برای رسیدن به اون جایی که میخواین و رسیدن به اون درآمدی که میخواین. همینجوری بشینین نمیان الان 30,000 لیر بذارن تو دامنتون، واقعا نمیکنن. باید چارج اینجا مثلا اینجا حرف بزنی، اونجا حرف بزنی، این کار کنی، اون کار بکنی تا بتونی درآمد اوکی داشته باشی و پیشرفت بکنی، تا بعد از حالا 2-3 سال برسی به یه جایی که بگی خب اوکی من الان به یه فاز استیبلی رسیدم، همینو میرم جلو و حالا میرم به سمت بالا و یه درآمد خوب به دست میارم. حالا در این باره من بگم، ببینید مثلا همین آموزش ها و که چیزایی که میگی باید ببینن، مدرکی باید جمع کنن، اوکی تاثیر خیلی داره، نمیگم بی تاثیره، ولی باید خودتون هم ثابت بکنید اینجا. یعنی واقعا توی محیط کاری اینجا یه سری چیزایی باش برخورد کنید تو ایران به هیچ عنوان ندیدید، یعنی یه حرکات عجیب غریب، زیرآبزنی‌های خیلی شیک و مجلسی. تو ایران بیشتر از تو ایران من انصافا تو خود صدا سیماش ندیدم همچین چیزی. من تو خود صدا سیماش واقعا همچین چیز نه، همه پشت هم بودیم با هم دیگه، گره کار هم دیگه باز میکردیم، کسی یه جایی ضعف داشت میرفتیم میگفتیم این ایرادت اینه، اینجوری بیا بکن اینجوری بشه، چون نمیخواستیم یه نفر بره منطقی رو راست بگم، نمیخواستیم کارمون بیفته گردن ما،
می‌خواستم اون شخص باشه، کمکش کنه رو پای خودش وایسه و کار خودش خودش انجام بده، نه اینکه این حظ بشه. ببینید هیچ کارفرما هیچ جای دنیا نفری حظ نمی‌کنه به حقوق شما اضافه کنه. پول دو نفر به یه نفر به هیچ عنوان نمیدن. شما 10 تا کار انجام بده، 50 تا کار انجام بده، هیچ وقت نمیدن. تو ایران اصلا نمیدن، توی ترکیه ابدا نمیدن. خب این رو راست میگم. پس سعی میکردیم ما خودمونم میدونستیم این قضیه رو، سعی میکردیم اون طرف هندل کنیم به جای که حذفش بکنیم. ولی تو اینجا راحت سعی میکنن حذفتون کنن و فکر میکنن حقوقشون میره بالا و این چیزا. بخاطر این باید خیلی پررو باشید، وایس خودتون ثابت بکنید و اون داشته قبلیتون رو اوکی دارید، تمرکز دارید، توی تجربهشو دارید، همه چی اوکی، ولی خب بعد اینجا دوره خودتون ثابت کنید. یه سری نمونه کار اینجا رو چیز کنید، جمع کنید. من خودم اومدم اینجا رایگان چند تا کار تیزر زدم که بگم آقا من کارم اینه. یعنی با خیلی سختی ها خودم رو ثابت کردم. بعد منو شناختن تو این حوزه. خیلی جاها رفتن. دقیقاً. جایی می‌خواستم برم مثلا یه جا می‌خوام رزومه بفرستم، مدیر عامل اون شرکت رو من می‌شناسم. دو تا مهمونی مثلا دیدمش، دو تا ایونت دیدمش. خب راحت میتونم با شرکت برقرار کنم. میرم اونجا نمی‌ترسم چون شناختمش، دیدمش. میدونم لولو خورخوره نیست. والا چیز ترسناکی نیست. یعنی مردم مثلا میان اینجا میترسن رزومه بدن. رزومه دادن ترسی نداره. رزومه‌تون رو بفرستید. به زبان فارسی، ترکی و انگلیسی سه تا رزومه تهیه کنید جایی که تو ایران کار کردید، ولی سعی کنید این رزومه رو تبدیل کنید جایی که ترکیه کار کردید. اون خیلی تاثیرگذارش بهتره. و زبان خیلی مهمه توی اینجا. من اگه زبان واقعا بلد نبودم تو این کشور نمیموندم. الان من زبان بلدم، راحت اینجا همه کارامو پیش میبرم، به همه هم میتونم کمک بکنم و خیلی کارامو انجام دارم میدم به واسطه همین زبانه. الان من آلمان دوستم هست میگه مثلا پاشو بیا، میترسم برم چون زبان بلد نیستم و شرایطش نگاه میکنم آب و هواش واقعا به من نمیخوره. من برم اونجا 100% دلم میگیره، افسرده میشم، میگم خب چرا اینجا برم. از نظر اقتصادی هم درسته اونجا راحت پول در میاد، ولی همون پولم میره، خیلی خوب نمیمونه. دقیقاً واسه همین یوتیوب من اینجا یه مالیات 15% دارم، چیز خاصی نمیشه، ولی اونجا برم اون مالیات 100% خیلی بیشتره، چیزی واسم نمیمونه. یه چیز دیگه هم که هست، ببینید اگه دانشجوین، اگه اینجا میخواین دانشجو بشین، اگه به قول کمن کلی اینجا مدرک میگیرین، کلاس میرین، صرفاً چند تا برگه یه رزومه از شما آدم ثابت شده برای کارفرماتون نمیسازه. شما باید فن بیان قوی داشته باشین. اگه ما ترکا کار میکنیم یه جور باید فن بیان داشته باشیم. و اینکه ترکا مثل ایرانی ها نیستن، چون در واقع برای شما بیمه رد میکنن توی شرکت های ترکی، اینجوری که یه دقیقه سرتو از روی کارت بلند کنیم میگه من دارم پول یه دقیقه رو میدم و سرت رو انداز با این کارتو انجام بده. توی شرکت های ایرانی با همچین قضیه مواجه نمیشی، ولی باید واقعا فن بیان قوی داشته باشی. من به عنوان کسی که حالا تو چند تا شرکت، چه تو ایران چه تو ترکیه کار کردم، با شرکت های اینترنشنال الان دارم کار میکنم، ببینید این فن بیانه معنی نیست که قرار شما آدم گستاخی باشین یا قرار که هر چیزی توی محیط کار پیش بیاد نق بزنین، قهر کنین، نه اصلا اینجوری نیستش. شما باید قدرت بیان داشته باشین. اگر ندارین به هر دلیلی، دنیا دنیای ارتباطاته، کلاس های فن بیان برین، سعی کنین رو خودتون کار کنین. اگه فکر میکنین تو این قضیه ضعیفین، واقعا رو خودتون کار کنین. اگه نمیتونین تو یه جمع 10 نفره درست صحبت کنین، صداتون میلرزه، رو خودتون کار کنین. اینا واسهتون واقعا دردسر میشه. خب و اولین اعتماد به نفستون رو خیلی، یعنی مدیرامون خیلی قشنگ میاد به تو روت نگاه میکنه، تو چشات نگاه میکنه که تو بعد نیست دو کلمه حرف بزنی. خب چون وقتی اینجا توی ایونتی دعوت میشی، ایونت های اینجا مثل ایران نیست که تو میری دوست دختر پیدا میکنی پا میشی میای. خب اینجا ایونت ها ایونت های کاریه و تو اگر قرار باشه آدم قوی نباشی نمیتونی ارتباط بگیری. به خاطر همین روی موضوع خیلی کار بکنید. یه موضوع دیگه که حالا برای من به شخصه، به خصوص استانبول، حالا من شهرهای دیگه ترکیه رو رفتم، به استانبول ترجیح نمیدم. واقعا کسی که اینجا زندگی کرده باشه شهرهای دیگه ترکیه رو دوست نداره. همه شهرهای ترکیه مثل استانبول انقدر اکتیو و سرزنده و شاد نیستش. یه ذره دنیای مردگان هم دارن اینجا، فکر نکن که مثلا همیشه مذهبی هم هستن بعضی شهرشون، خیلی عقاید خیلی خاصی دارن و مثلا شما با پوششی که تو استانبول داری میری تو اون شهر، می‌بینی که یه طور خاصی دارن نگات میکنن. به خاطر همین مجبوری که خودتو شبیه اونا کنی و وفت بدی. ولی یه موضوعی که هستش، استانبول برای من خیلی از نظر اقتصادی و از نظر کاری بولد میکنه، اینه که ببینید حالا شرایط حکومتی اینجا به این صورته که حالا رئیس جمهور اینجا، شهردار اینجا،
آدمایی که تو حکومت دارن کار میکنن با همه کشورها اوکی ان، سر جنگ ندارن و این باعث شده که ترکیه به خصوص استانبول بتونه با شرکت‌های اینترنشنال خیلی زیادی کار کنه. و این یعنی چی؟ اون میتونه که شما درآمد دلاری داشته باشید، یعنی درآمد دلاری داشته باشید به لیر خرج بکنید. این خیلی آپشن مهمیه. کشور ما شما نمیتونید آپشن رو داشته باشید. اینا مد نظر بگیرید. حالا در کنار تمام سختی‌هاش یه سری مسائل اینچنینی هم داره که واقعا میتونه ازش استفاده کنه. واقعا پتانسیل‌های زیادی داره اگر که واقعا به هوش یعنی نیاز داره. اونم نه هوش مثلا هوش اقتصادی بگیم، اینکه یارو زرنگ باشه رو هوای ارتباطی اقتصادی جفتش نیازه، یعنی هوای مسئله رو بزنه. مثلا شما ترکی بلد نیستی اما انگلیسی خوبه، خب بعد میگه اوکی پس من میام از این ضعف ترکا استفاده میکنم و توی فلان قضیه مثلا کمکشون میکنم. مثلا من میرم توی یه شرکت ترکی که مثلا چه میدونم با اروپا با یه جای آمریکا اینا مبادله داره و مثلا با اونا کار میکنن. اینکه ترکی بلد نباشین به این معنی نیستش که اصلا نمیتونین اینجا کار پیدا کنین، نه اتفاقا مثلا استاد دانشگاه میتونین بشین، تو بعضی از کمپانی ها میتونید به عنوان قسمت مارکتینگ یا مثلا فروش و اینا با کار بکنید. ولی خب میگم باید یک مهارتی رو داشته باشین، همینجوری پاشم بیام اینجوری نیستش. واقعا یه مهارتی اگر داشته باشین خیلی میتونید ازش خوب استفاده بکنید. صد درصد. دیگه دیگه بکنم چیزی نمونده، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم کسی که میخواد مهاجرت کنه، من خودم این کار انجام ندادم ولی پیشنهاد میکنم این کار بکنید. یه بار به عنوان یه مسافر دقیقا باشین بیاین اینجا، چون کلوبا رو جمع نکنید یه دفعه از ایران پاشو یه ماه دو ماه، شما که تا سه ماه میتونید بمونید، حداقل یه ماه دو ماه اینجا بمونید اصلا ببینید حال میکنی یا نمیکنید. مثلا من ممکنه با فرهنگ ترکی انقدر اخت باشم، خیلی از آدما رو دیدم که اصلا خوششون نمیاد از این فرهنگ، اصلا از این که اینجا انقدر اذان میگن و چه میدونم با حجاب داره و مثلا یه ذره تم اسلامی داره، خیلی از آدم ها مثلا خوششون نمیاد از این حالت ها و ترجیح میدن یه جایی برن که اصلا صدای اذان به قولن به گوششون هم نخوره. ولی خب این کاملا شخصیه، واسه همین به نظر من بهتره که یه دو ماه یا بیاین اینجا بمونید حداقل، اگر سه ماه هم نمیشه صدای اذان منو میگه من. واقعا یه جوری اذان میگه انگار رقابتیش یه طرف، انگار طرف پاش خورده میز داره عربده میکشه. یعنی یه جوری اذان دارم میگم واقعا آره، یعنی شروع میکنن به اذان صدا به صدا نمیرسید، یعنی الان اینجا داشتن اذان میگفتن ما صدای همدیگر اینجا نمیشنیدیم. 16 تا بلندگو سمتمونه اینجا از یه مسجد، یه بار که بیان صدای اذان اینجا رو گوش کنیم قدر مؤذنای ما ایرانی ها رو میدونید. اینجا اصلا صدای زیبایی نداره، گوش خراشه خیلی. حالا من یه چی بگم، مثلا دوستانی که میخوام بیان اینجا من بهشون پیشنهاد میکنم، حالا در کناری که میاد اینجا از یه نفر که تخصص داره و واقعا تو این حوزه داره فعالیت میکنه مشاوره بگیرن. ببینید شما کلی هزینه میکنید این برای اون وقت، کلی هزینه خورد و خوراک سفر، مثلا بیاد اینجا خونه بگه کلی هزینه همون میشه، بخواید پس بدید دوباره کلی ضرر میکنید. از یه نفر مشاوره بگیرید، یه پولی بابت مشاوره پرداخت میکنید، ولی اون جلوی اون همه ضرری که ممکنه انجام بشه واسهتون خیلی ناچیزه. دوستان یه تیکه ویدیو قطع شد، باتری دوربین تمام شد، دوباره دارم میگم اگه قسمتی بودش که ادامش نبود حالا بعدم توی کامنت ها مینویسیم واسه، ولی خب یا روی ویدیو مینویسم واسه. خب ادامهش رو بگیم، ادامه صحبتمون در مورد زبان انگلیسی بودش. آره داشتم میگفتم که اگر که شما فقط زبان انگلیسی بلد باشین و ترکی بلد نباشین لازم نیستش که نگران باشین، به خاطر اینکه با همون زبان انگلیسی هم میتونین بیاین و از فرصت ها استفاده کنین. دقیقاً چون زبان انگلیسی ضعف این کشوره و شما میتونین ازش خیلی استفاده بکنین. ببین تو کمپانیایی که با جاهای مثلا آمریکا و جای خارجی در ارتباطن، کمپانی بین المللی هن، یا حتی استاد دانشگاه بشین و خیلی از آپشنه که شما اصلا نیاز. من الان کسی رو میشناسم که تقریبا 2 سال توی استانبول داره زندگی میکنه، یک کلمه ترکی بلد نیست ولی خب چون استاد دانشگاه هستن و در واقع زبان انگلیسی تدریس میکنن
دارن زندگیشون رو میزنن، ولی خب تو زندگی روزمره شما به زبان ترکی احتیاج پیدا میکنید. ولی اینطور نیستش که اگر فقط زبان انگلیسی بلد باشین نتونید اینجا کار بکنید. میتونید اینجا کار بکنید، حتی ممکنه توی جایی بتونید شغل پیدا کنید که اجازه کار براتون رد کنن. چیز خیلی دور از دسترسی نیست. فکر کنم همین چیزها رو گفتیم راجع به استانبول و کار کردن. و من دوباره پریسا هم گفت منم دوباره تاکید بکنم، یه سری از شهرها مثل آنکارا، ازمیر بعد از استانبول میتونن گزینه برای زندگی باشن، ولی خب همیشه استانبول شهریه که از همه بیشتر موقعیت کار داره، اکثر شرکت ها و کمپانی های معروف اینجا و خیلی خوب میتونید اینجا کار کنید. و البته اینم بگم، نمیم یه هم من توی ذهنم، اینجا خیلی مودلینگ و اینا هم کار میکنن، درسته که بیشتر روس ها اوکراینی ها میرن، اما من خیلی ایرانی های مختلفی هم دیدم که تو این زمینه کار میکنن و هم مدل هم دنسر. دنسر خیلی آره، مدل و دنسر و کلن کارهایی که به تدوین و ادیت و ویدیو و چی میگن فیلم برداری اینم رب داره، خیلی اینجا طرفدار داره به خاطر اینکه خیلی بازارش خواهان داره، چه از نظر ترکا چه از نظر ایرانی ها یا خارجی ها، این سبکارا خیلی خواهان داره. خلاصه که حسابی خودتون رو حرفه‌ای بکنین قبل از اینکه مهاجرت بکنید، حسابی تحقیق بکنید، هم تحقیق بکنید هم یه سفری اینجا داشته باشید، دیگه هر چی مونده بگیم و تمام. من یه مورد بهتون بگم که حالا ما میگیم که شهرهای دیگه هم اگه خواستین میتونه گزینه‌های بعدیتون باشه، ولی اینم بهتون بگیم که گوشه ذهنتون داشته باشین، استانبول شهر گرونیه، خیلی شهر گرونیه، از تمام شهرهای ترکیه گرون‌تره. اینجا میتونی زندگی لاکچری داشته باشی، ولی لاکچری تو رو هم باید خرج کنی. دقیقاً. اینم گوشه ذهنتون داشته باشین، اگه قرار به این آنکارا بورسا، من اصلا این بورسا رو ازش تجربه خوشی ندارم چون خیلی شهر خاموشیه. ولی مثلا اونجا شما هزینه خونتون و هزینه خورد و خوراکتون و اینا خیلی متفاوته با استانبول. اینجا میتونی زندگی شادتر داشته باشی، خیلی موقعیت شغلی بهتر داشته باشی، خیلی خوشتر و بهتر زندگی کنی، لول زندگی خیلی بالاتر بشه. ولی اینم اینجوری خودشون دارن دیگه، مثلا مثل تهران که میگن بچه تهرانی. آره. توی ترکیه هم این اصطلاح هستی بچه استانبوله. آره. مثل عروس استانبول بودش فیلمه. آره. مثلا اینجوری عروس استانبولی داریم مثلا، بچه استانبول خیلی دیگه مثلا خارجی طور. خلاصه که این لاکچری بودن تزینه داره. یه نکته تو ذهنم اومد که تا حالا با هم تو ویدیو راجعش حرف نزدیم، اینم بگم خیلی مهمه، اونم اینه که عزیزان شما اگر مجردین و میایین اینجا، حالا چه دختر تنهایی چه پسر تنهایی، از همون اول سرتون رو بندازین پایین و دنبال کاروبار باشین، چون بقیه چیزا براتون اینه آب بریشه. اگر این که مثلا حالا دیگه بتونید دوست سر خیلی پولدار این چیزی پیدا کنین، وگرنه خیلی سعی کنین توی این وادیا نیافتین. اینو باید توی یه ویدیو جدا میگفتین. حالا بذار بگم دیگه یه ذره یه منشن کنم، چون بیافتین دیگه سرپایینیه، بعد یهو به خودتون میان دیدیم ها، یعنی همه ما دیدیم به خودتون میان یا به این دو قرار پول ندارین، اون طرف هم پاشد رفت، تا این چی دیگه دست دادین، کارم نداری، خونه هم نداری، مخصوصا کسی که با دوست پسرشون هم خونه میشن، یه هم میزنید به تیپ و تاپ هم دیگه از خونه هم میان میرون بی خونه و بی کار و بی همه چی میشه، نکنید این کارو. خیلی از نمان دیدم، خیلی حتما براتون توضیح میگیم. یه دونه کامل در مورد این تجربه تو من خودم شخصا یه عالمه دارم، آمار دارم بهتون میگم و حتما در مورد این صحبت میکنیم. دیگه چیزی میمونه واسه صحبت؟ نه دیگه کامل همه چیو گفتیم. حالا اگرم سوالی چیزی داریم همیشه توی کامنت ها برای ما بنویسین، لایک و سابسکرایب و اینا هم که یادتون نمیره. مرسی، تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.